چی کار کنیم تا خاطرات بد گذشته را فراموش کنیم و به یاد نیاریم؟ مسلما هر کسی تو زندگیش یه سری خاطرات و عرض به حضور شما که ذهنیات منفی داره که از گذشته به اون رسیده و دیگه نمیخواد با اونا روبرو بشه و میخواد اونا رو از ذهنش پاک کنه. دانشمندان معتقدن که هرچه سن افراد توی وقوع اتفاقات بد کمتر باشه، آسیب‌های بدتر و مخربتری در آینده برای انسان به دنبال خواهد داشت. مثلا اگر شما توی 10 سالگی حادثه بدی براتون اتفاق افتاده باشه، اون دیگه تا آخر عمر تو ذهن شما خواهد بود. ولی اگر مثلا تو 30-40 سالگی اتفاق بیفته، خیلی راحت تر از ذهن میتونید پاکش کنید. ببینید، فراموش کردن خاطرات بد یکی از سخت‌ترین کارهاست. از مهمترین کارها هم برای پاک کردن این خاطرات اینه که افکار مثبت جایگزین و عرض به حضور شما که به جای افکار منفی، افکار مثبت رو باید بتونیم پرورش بدیم. جایگزینی و پرورش افکار مثبت هست که این کار هم تمرکز خیلی قوی و یه تلاش خیلی مداومی رو میخواد. کلا تو تمام مسائل روانشناسی و ایجاد تجربه های جدید 3 تا نکته رو باید توجه کنید. 3 تا ت هست: تمرین، تکرار و تجربه. توجه هم هستش، البته بعضی میگن ته چارمی هم هست، یعنی توجه. تمام مسائل، تو هر مسئله بین خودتون، همسرتون و بچه هاتون و اطرافیانتون، این 3 تا ته و یا 4 تا ته رو باید همیشه در نظر داشته باشید و زمان هم میبره. قدم بعدی عدم پرورش افکار منفی هست، به نحوی که نباید اون خاطرات بد رو دوباره یادآوری کنیم و اونا رو گسترش بدیم. متاسفانه ما ایرانی ها آدمایی هستیم که افکار بد و منفی رو خیلی پرابال بهش میدیم و همیشه به اون فکر میکنیم، در حالی که این اصلا درست نیست. افکار منفی، این نکته رو باید در موردش بگم که نباید به افکار منفی اصلا اهمیتی بدیم. شخص در موقع هجوم اونها به ذهن خودش باید سریعا ذهن خودش رو متوقف کنه و به قول معروف آمار ورود این افکار منفی رو کمتر کنه، خودشو مشغول به یه کار دیگه ای کنه، یا بره قدم بزنه، یا با یه دیگران صحبت کنه، یا تماس بگیره با یه شخص دیگه ای صحبت کنه، که عرض کردم خدمت شما مشاهده یا دیدن نقاط مثبت از خاطره ها یکی دیگه از راه های فراموش کردن خاطرات بد هست. من توصیه میکنم که اونایی که خاطرات بدی رو دارن بیان اونها روی کاغذ بیارن و نقاط مثبتش رو پررنگ کنن، چون به هر حال باید این حادثه های بد رو نمیتونید تو خودتون بریزید. مثل فرو بردن آتش تو خودمون هست، هرچی این افکار بد بیشتر تو ما فرو بره، تو جان ما بیشتر فرو بره، ما بیشتر آتیش میگیریم. پس بهتره که اون رو به زبون بیاریم یا به کاغذ بیاریم و اون رو مطرحش کنیم با یه شخص با تجربه، مثل روانشناس، مثل یه پیر دانا، نمیدونم، به هر حال با یک شخص اون رو در میون بذاریم و اون بار رو از درون قلب و دل و وجود خودمون کمترش کنیم و منتقلش کنیم. بحث علی بعدی این هستش که مثلا شما یه تصادف بدی داشتید و از این تصادف خاطره های بدی به ذهنتون هست. این رو میشه با چند تا روش ساده از ذهن خودتون پاکش کنید. مثلا باید اون ماشینی که داشتید باش تصادف کردی رو مثلا سریع ردش کنید، بره بفروشیدش. لباس ها و لوازمی که تو اون حادثه با شما همراه بوده اونها رو عوض کنید. اگر عکسی بوده، مدرکی، سندی، چیزی به قول معروف، اونها رو از بین ببرید یا بذارید کنار تا حد ممکن. یا حتی مثلا اگر توی حادثه با شخص خاصی برخورد کردید،
تا جایی که میتونید از صحبت کردن با اون دیگه خودداری کنید، و یا اگر خودتون تو اون حادثه بد مقصر بودید، خودتون رو سرزنش کنید و برای خودتون یه جریمه در نظر بگیرید برای پایان یافتن و عرض بزرگ تموم شدن اون قضیه. نقطه پایان رو باید بذارید اونجا. البته یه نکته هم باید تو اینجا اضافه کنم که نقش اطرافیان هم توی این فراموشی خاطرات بد خیلی مهمه. به طور مثال در خصوص افرادی که یکی از بستگان خودشون رو از دست میدن، اطرافیان نباید این فرد رو تنها بذارن، که چون باعث میشه که این بیشتر تو خودش بره و اصلا باعث تحلیل رفتن اون شخص میشه. افسردگی بعد از دست دادن عزیزی تا 2 ماه طبیعی، اما اگر این ادامه پیدا کرد، افسردگی اگر ادامه پیدا کنه دیگه خطرناک میشه، شاید به خودکشی هم حتی منجر بشه. پس نقش اطرافیان هم تو این قضیه خیلی مهم هست. نکته دیگه این که باید بدونیم که این خاطره تو چند سالگی اتفاق افتاده. معمولاً اگر تو سنهای بالا اتفاق بیفته خیلی منطقی باش برخورد میکنیم، ولی اگر تو سنهای پایین اتفاق بیفته، حتی برای بچه ها که باید مواظب به اونها هم باشیم، باعث میشه که تو سنهای بالا خودش رو به نحو شدیدتر و فجیع‌تری بده. پس دوران کودکی خیلی مهم است. حتی من توصیه میکنم که به بچه های خودتون خیلی مراقبشون باشید که درگیر همچین مسائلی نشن و با یه روانشناس حتما در ارتباط باشن. نکته دیگه این هستش که باید همیشه فکر کنیم که تو زمان حال زندگی میکنه بدون ترس از آینده. باید خاطرات بدمون رو اولا بشناسیم و بدون اینکه از اونها فرار کنیم، ذهن و درون خودمون رو آروم کنیم. این رو هم عرض کردم خدمت شما که اینها هم همش با تمرین، تکرار، تجربه و یه مقداری هم توجه هست که عرض کردم. امیدوارم که خاطرات بد شما، حالا به هر نحوی که هست، با این صحبتهایی که بنده کردم کمتر و کمتر بشه. خیلی ممنون، تشکر میکنم، خدا نگهدار.